ظرفیت خازن به حرف سی بزرگ نشان داده میشه. در صورتی که در یک خازن چارج زیاد ذخیره شوه، در او صورت گفته میشه که خازن ظرفیت زیاد داره. و اگر در یک خازن مقدار چارجی که ذخیره میشه کم باشه، باز گفته میشه که خازن کپاسیتی و یا ظرفیت کم داره. ظرفیت خازن ارتباط به ماده عایقی که در خازن به کار رفته و ارتباط به دو بخش هادی خازن داره. در هر خازن دو بخش هادی وجود داره و یک عایق که در بین دو بخش هادی استفاده شده. یه عایق امکان داره که کاغذ چرب باشه، ممکن مثلا از شیشه استفاده شوه، ممکن هوا باشه و یا حتی ممکن است که خلا. هر یکی از اینا به شکل عایق میشه که در خازن استفاده شده باشه که دو بخش هادی خازن از هم جدا بسازن. دو بخش هادی خازن یا دو لوحه خازن اگر مساحت‌های بزرگ داشته باشه، معمولا بعد از این از اصطلاح لوحه اگر استفاده کنیم، بعضی وقت به شما گفته میشه که دو قسمت هادی خازن، یا به شما شاید گفته شده که دو لوحه خازن. اکثرا خازن اگر مسطحه باشه، باز به جای هادی از اصطلاح لوحه استفاده میکنن. حالا خازن شاید شکل استوانوی را داشته باشه، ممکن شکل مسطحه را داشته باشه، نظر به ضرورت فرق میکنه که به کدام شکل ساخته شده، ولی هر شکل که داشته باشه در هر خازن دو بخش هادی وجود داره و یک ماده عایق هم که در بین دو لوحه خازن یا در بین دو بخش هادی خازن به کار رفته. به هر اندازه که این دو بخش هادی خازن یا دو لوحه خازن مساحت زیاد داشته باشه، به من اندازه میتونه که خازن چارج زیادتر ذخیره کنه و ظرفیت خازن طبعا در تو یک حالت زیادتر میباشه. ماده عایق هم که استفاده میشه در ظرفیت خازن تأثیر داره. علاوه بر این نظر به این که تفاوت پتانسیل در بین لوحه های خازن چقدر باید باشه، این هم تأثیر داره که در خازن چقدر چارج باید ذخیره شوه. به صورت عموم اگر تفاوت پتانسیل بین لوحه های خازنه به دلتا وی نشان بتیم، چارجی که ذخیره میشه به کیو نشانش بتیم، ظرفیت خازن از رابطه سی مساوی به کیوی بر دلتا وی دریافت میشه. شما اگه این رابطه را طرفین وسطین کنین، یک قسم یک رابطه حاصل میشه که کیو مساوی به سی ضرب دلتا وی. و نظر به این رابطه شما گفته میتونین که چارجی که در خازن ذخیره میشه با تفاوت پتانسیل بین لوحه های خازن متناسب میباشه. شما از این رابطه تنها برای محاسبه ظرفیت استفاده نمیکنین. ممکن سوال به شما از ظرفیت بیاید، ممکن ظرفیت براتون بتن چارج خواسته شوه، شاید تفاوت پتانسیل خواسته شوه که میشه از این رابطه استفاده کنین. نظر به این رابطه اگر از ظرفیت وایدش دریافت کنیم، واید چارج میفهمین که کولم است، از چارج وایدش کولم و از تفاوت پتانسیل هم که وایدش ولت است. پس نظر به این رابطه برای ظرفیت گفته میتونیم که وایدش باید کولم بر ولت باشه. در فیزیک کولم بر ولت که واید ظرفیت خازن میشه به نام فاراد یاد میشه و به حرف اف بزرگ نشان داده میشه. پس نوشته کده میتونیم که فاراد مساوی به کولم بر ولت است. اگر در کدام سوال فرضاً فاراد باشه، میشه به جایش کولم بر ولت نوشته کنیم و اگر کولم بر ولت باشه، میشه به جایش فاراد نوشته کنیم. فاراد یک واید بزرگ برای ظرفیت خازن است، ولی از ظرفیت های کوچک معمولاً که از فاراد کده کوچکتر باشه، برای ظرفیت خازن زیادتر استفاده میشه. مایکرو فاراد، نانو فاراد، پیکو فاراد، اینا ظرفیت های کوچکتر نسبت به فاراد هستن. شما روابط مایکرو فاراد، نانو فاراد، پیکو فاراد با فاراد یاد داشته باشین، به دلیل از اینکه سوال به فاراد حل میکنیم. اگر ظرفیت خواسته شده باشه به فاراد محاسبش میکنیم، بعد از او باز میشه که فاراد به مایکرو فاراد تبدیل کنیم، به نانو فاراد تبدیلش کنیم و به پیکو فاراد تبدیلش کنیم. یا برعکسش اگر ظرفیت به مایکرو فاراد، نانو فاراد، پیکو فاراد داده شده باشه، تبدیلش میکنیم به فاراد، اینا را به فاراد تبدیل میکنیم، بعد از اون یک کمیت دیگه فیزیکی که خواسته شده باشه محاسبش میکنیم. به صورت همیشه شما محاسبه را بر فاراد انجام بدین، سوال به فاراد حل کنین و بعد از اون میشه که باز فاراد به مایکرو فاراد، نانو فاراد، پیکو فاراد تبدیل کنین. یا اگر در سوال مایکرو فاراد، نانو فاراد، پیکو فاراد داشته باشین، به فاراد تبدیلش کنین، بعد از اون سوال حل میکنین.
همیشه سوال باید به فارا دل شوه. مثل که از کولم همیشه استفاده میکنیم، از مایکرو کولم نانو کولم استفاده نمیکنیم. همیشه از ولت استفاده میکنیم، از میلی ولت و کیلو ولت استفاده نمیکنیم. از همین واحدهای مخصوصی که وجود داره در حل سوالا باید استفاده شوه. حالا واحدات کوچکتر از فاراد، یکی مایکرو فاراد است که 10^-6 فاراد میشه، نانو فاراد که 10^-9 فاراد و پیکو فاراد که 10^-12 فاراد است. و یا پیکو فاراد شما مایکرو مایکرو فاراد را گفته میتونین. مایکرو مایکرو فاراد و یا پیکو فاراد که مسیح به 10^-12 فاراد است. برعکس از این روابط هم یاد داشته باشین، به خاطر از اینکه بعضی وقت ضرورت میشه که فاراد تبدیل کنیم به مایکرو فاراد و به این ترتیب فاراد به نانو فاراد یا به پیکو فاراد تبدیلش کنیم. اگر در کدام سوال مایکرو فاراد باشه، میشه به جایش 10^-6 فاراد نوشته کنیم. من در یک درس دیگه به شما گفته بودم که اگر واحدها را جایش تبدیل کنیم، توان علامیش تغییر میکنه. پس برای فاراد چه قسم رابطه باید باشه؟ حتما دیگه برای فاراد رابطه باید تو باشه که فاراد مسیح به 10^-6 مایکرو فاراد میشه. فاراد مسیح به 10^-9 نانو فاراد میشه. و فاراد مسیح به 10^-12 پیکو فاراد میشه. اگر لازم باشه که به جای فاراد از این قیمت ها استفاده کنیم، در کدام سوال اگر فاراد باشه و ظرفیت به مایکرو فاراد یا نانو فاراد یا پیکو فاراد خواسته باشن، میشه که از این روابط استفاده شود. در صورتی که چارج ذخیره شده در خازن و تفاوت پتانسیل یا ولتیج شاید به شما گفته شود، ممکن به شما ولتیج گفته شود که ولتیج یا شاید به شما ولتاژ گفته شود. ولتاژ تفاوت پتانسیل یا ولتیج که منظورش از دلتا وی است. اگر به شما تفاوت پتانسیل یا ولتیج و چارج ذخیره شده در خازن داده شود، میشه شما از همین رابطه سی مسیح به کیو بر دلتا وی ظرفیت خازن دریافت کنین. ولی اگر مساحت لوحه خازنه براتون بتن، در یک خازن اگر مساحت لوحه داده شود و عایقی که در بین خازن به کار رفتن از این عایق ثابتش داده شود، ثابت عایق به شما داده شود، مساحت لوحه خازن داده شود، در شکل شما میبینید که یک خازنی که در کیبورد کامپیوتر به کار رفته در شکل به شما نشان داده شده. اگر مساحت لوحه خازن براتون بتن که به حرف ای بزرگ نشان داده میشه و ثابت عایق براتون بتن که برف کن نشان داده میشه، دیان فاصله در بین لوحه های خازن اگر ای دی براتون داده شود و قیمت مساحت لوحه خازن ای داده شود، متوجه باشین که این مساحت یک لوحه خازن است، مساحت هر دو لوحه نیست. مساحت یک لوحه خازن هر دو لوحه طبعا اندازه هایش مساوی است، از مساحت یک لوحه باید استفاده شود. فاصله بین لوحه ها برف دین و ثابت عایق هم برف کن که یک عدد بدون واحد است، واحد نداره، ثابت عایق یک عدد بدون واحد است. این قیمت ها اگر به شما داده شود و ظرفیت خازن خواسته شود، باز دهی تو یک حالت از رابطه سی مسیح به که ضرب اپسیلون صفر ضرب ای بر دی استفاده میشه. در این رابطه قیمت اپسیلون صفر 9^-12 کولم مربی بر نیوتن متر مربع است. این قیمت ممکن در سوال به شما داده شد، ولی اگر قیمت براتون داده نشه، قیمت اپسیلون صفر را به خاطر داشته باشین. در صورتی که عایقی که در خازن به کار رفته باشه، این عایق اگر خلا باشه، در صورتی که خلا باشه، بر خلا ثابتش که مسیب یک است. بنان اگر عایق که در خازن وجود داره به شرط از اینکه خلا اگر باشه، باز میشه که اگر قیمت کره ایش نوشته نکنیم، بر خلا رابطه یک قسم میشه که سی مسیح به اپسیلون صفر ضرب ای بر دی. اما این رابطه فقط تنها بر خلا صدق میکنه و بر عایق دیگه که بجز از خلا اگر در خازن به کار رفته باشه، شما از این رابطه باید استفاده نکنین. و شما اگر این رابطه رو یاد بگیرین، رابطه عمومی ده که بر خلا صدق میکنه و بر سایر عایقایی که بجز از خلا هم باشه صدق میکنه. فقط همینقدر که اگر خلا باشه، باز کره قیمتش یک وزن میکنیم که شاید قیمتش در سوال به شما داده نشه برای خلا، که شما قیمتش باز یک وزن میکنین. و یا اگر مثلا عایقی که در خازن به کار رفتن اگر خلا نباشه، حتما قیمت کره به شما میتن. بنان از این رابطه اگر خلا هم باشه یا اگر عایق اگر خلا هم نباشه استفاده میکنیم، صرف بر خلا قیمت کره به شما نمیتن، که یادش داشته باشین یک است، که باز قیمت یک وزن کنین. برای سایر عایق ها
قیمتش به شما داده میشه که با شما میشه که از اون قیمتی که داده شده باشه استفاده کنین. ایپسیلون صفر هم خوب است که به خاطر داشته باشین قیمتشه. موضوع دیگه که مهم است از وقتی که سوال شما حل میکنین همیشه متوجه واحدات باشین. قیمت مساحت لوحه خازنه، مساحت لوحه خازن باید به واحد متر مربع بازه شوه. اگر مساحت لوحه خازن متر مربع نباشه که معمولا به واحد متر مربع داده نمیشه، به متر مربع تبدیلش کنین. فاصله بین لوحه ها به واحد متر باید وضع شوه. اگر متر نباشه به متر تبدیلش کنین. قیمت کن بدون واحد است، واحد نداره و اپسیلون صفر هم قیمتش کن 9 ضرب 10 به توان منفی 12 کل مربی بر نیوتن متر مربع است. به خاطر از اینکه شما ظرفیت خازنه به واحد فاراد دریافت کنین، به خاطر که به فاراد دریافت شوه حتما باید قیمت این مساحت لوحه خازنه به واحد متر مربع و فاصله باید به واحد متر وضع شوه. اگر از این واحدها استفاده نکنین فاراد حاصل نمیشه. شما میشه سوال وقتی که حل میکنین چی سوال اگر در این رابطه سین مساوی به که ضرب اپسیلون صفر ضرب ای بر دیل کنین و یا اگر شما ظرفیت در رابطه سی مساوی به کی بر دلتا وین محاسبه کنین، در هر دو حالتش ظرفیت به واحد فاراد دریافت میشه. در این رابطه چارج باید به کولم وضع شود، تفاوت پتانسیل به ولت، ظرفیت دریافت میشه به فاراد و به می ترتیب در این رابطه این مساحت باید به واحد متر مربع وضع شود و فاصله بین لوحه ها به واحد متر، ظرفیت دریافت میشه به فاراد. باز اگر جواب سوال به فاراد نخواسته باشن، مثلا به مایکرو فاراد یا نانو فاراد یا پیکو فاراد خواسته شده باشه، باز وقتی که به فاراد محاسبش کردین میشه که ظرفیت به یکی از دیگه واحدا تبدیلش کنین. شما به این مثال توجه کنین. سوال طور است که به خاطر از اینکه در یک خازن چارج 100 کولم ذخیره شوه باید با ولتیج 40 ولت وصل شوه. ظرفیت خازنه خواستن که چند فاراد میشه. ببینین قبلا گفتیم که در رابطه سی مساوی به کیوی بر دلتا وین نظر به این رابطه گفتیم که واحدی که دریافت میشه فاراد مساوی به کولم بر ولت است. چارج به کولم، ولتیج به ولت و واحد ظرفیت هم نظر به این رابطه گفتیم که فاراد میشه. بنان در یک سوال اگر کولم و ولت وضع کنیم فاراد دریافت میشه، اگر فاراد و کولم وضع کنیم ولت دریافت میشه و به می ترتیب اگر فاراد و ولت وضع کنیم کولم دریافت میشه. این رابطه برای فاراد است، ولی نال میشه که مثلا اگر من رابطه را برای ولت نوشته کنم، برای ولت هم باز نوشته کنم میتونم، برای کولم هم نوشته کنم میتونم که اگر فرضاً طرفین وسطین شوه برای کولم چی باید شوه؟ کولم مساوی به فاراد ضرب ولت میشه. یه تو یک قیمت میشه که برای کولم دریافت شوه. و به می ترتیب اگر شما این را برای ولت حل کنین، برای ولت میفهمین که ولت مساوی به باز کولم بر فاراد باید باشه. به شکل این رقم قیمت ها حاصل میشه. اینا رو شما اینطور هم یاد دارین که ایرام یاد دارین که ولت مساوی به ایرام یاد داشتین که ولت مساوی به ژول بر کولم بود. نظر به کدام رابطه؟ نظر به این رابطه یاد داشتین که رابطه به شکل بود که دلتا وین مساوی به دلتا یوین بر کیو، تفاوت انرژی به واحد ژول، چارج به واحد کولم که باز ژول بر کولم ولت میشد. برای لبی از او قیمت اگر من این رابطه فاراد مساوی به کولم بر ولت بر ولت حل کنم، بر ولت ای تو یک قیمت هم حاصل میشه که ولت مساوی میشه به کولم بر فاراد. خوب است که این قیمت ها را هم به خاطر داشته باشین، ممکن در سوال ها کار بیاید. حالا ببینید که این سوال حل کنیم. ببینید چارج به واحد کولم داده شده، درست است واحد کولم است. اگر این واحد کولم نمی بود، مایکرو کولم می بود یا مثلا میلی کولم، حتما به کولم تبدیلش می کردیم. ولتیج به ولت است، درست است. اگر مثلا این میلی ولت می بود یا مثلا کیلو ولت می بود، حتما به ولت تبدیلش می کردیم. به خاطر از اینکه رابطه طور است که فاراد مساوی به کولم بر ولت، از همین واحدها باید استفاده کنیم. از فاراد، کولم، ولت، از دو تای ازیا باید استفاده کنیم که یک تای دیگه ازی دریافت شوه. در قسمت واحد مشکل وجود نداره. کیو را داریم چارج به واحد کولم، تفاوت پتانسیل دلتا وی را داریم که به واحد ولت است و ظرفیت سی خواسته شده که دریافتش کنیم. ظرفیت به واحد فاراد خواستن. اگر ظرفیت به فاراد هم خواسته نشه، به مایکرو فاراد،
و یا به مثلا به پیک و فاراد هم خواسته شوه، بازان شما به فاراد محاسبیش کنین. بعد از باز میشه که به دگه باید تبدیلش کنین. محاسبه را دگه به فاراد باید انجام بتیم. حالا به این قیمت هایی که داده شده نامگذاریش کنیم. قیمت کیوم چارج داریم که مسیح به 100 کولم است. تفاوت پوتنشیل داده شده که مسیح به 40 ولت است. و قیمت ظرفیت سی خواسته شده به واید فاراد. باید محاسبش کنیم. رابطه ایتو بود که سی مسیح به کیوی بر دلتا وی. پس در نتیجه قیمت سین مسیح میشه به 100 کولم. 100 کولم تقسیم بر دلتا وی هم که 40 ولت است. شما زمانی که 100 با 40 اختصار کنین، عملی اختصارش که انجام بتین، قیمت سین مسیح به میشه 10 بر 4، اگر دوام اختصار شد 5 بر 2، 2.5 میشه، 2.5. و کولم و بر ولت هم قبلا گفته بودیم که فاراد. پس ظرفیت هم 2.5 فاراد. همی جواب سوال باید باشه، چرا که به فاراد خواسته شده، ولی اگر مثلا به فاراد خواسته نمیشد، به فاراد محاسبیش میکنیم، بعد از او باز میتونستیم که به دگه باید تبدیلش کنیم، حالا ما تبدیلش نمیکنیم، چرا که به فاراد ظرفیت خواسته شده بود. سوال بعدی ببینین، چارج گفته شده که 120 میکرو کولم، اختلاف پتانسیل هم 12 ولت، ظرفیت خواسته شده به واید پیک و فاراد. آره، دگه ظرفیت ما به پیک و فاراد مستقیم نمیشه دریافت کنم. نظر به رابطین اف مسایی به کولم بر ولت، فاراد مسایی به کولم بر ولت. نظر به این رابطه، من دیگه حتما از کولم باید استفاده کنم، از ولت باید استفاده کنم که فاراد دریافت شوه. رابطه را بر فاراد داشتیم، واحد که ما شما نوشته کرده بودیم بر ظرفیت به فاراد نوشتیش کرده بودیم. باز میشه که بوره به پیک و فاراد تبدیل کنیم، ولی ما سبه را به فاراد باید انجام بتیم. به این ترتیب مثلا اگر به شما پیک و فاراد داده شوه، مثلا چارج به کولم خواسته شوه، یا مثلا فرزند پیک و فاراد یا ننو فاراد داده شوه، تفاوت پتانسیل خواسته شوه، شما بازم مجبور هستین که باز به فاراد تبدیلش کنین، سواره باز حل میکنین. حالا به خاطر از اینکه فاراد دریافت شوه، پس باید کولم و ولت داشته باشیم. شما میبینین که این قسمت اینه ولت داریم، ولی اینی که کولم نیست، من این را به کولم تبدیل میکنم. چارج داده شده، قیمت کیوم مسیح به 120 مایکرو کولم است. به کولم که تبدیل شده، 120 ضرب 10 بتوانه منفی 6 کولم میشه. تفاوت پتانسیل دلتا وی داده شده که مسیح به 12 ولت است. و قیمت ظرفیت خواسته شده به واید پیک و فاراد. من اگه یادداشت نوشته میکنم پیک و فاراد، اما به پیک و فاراد که دریافت نمیشه. اگر ما محاسبش انجام بدیم، سی مسیح به کیو ین بر دلتا وی، اگر محاسبش کنیم قیمت سی مسیح به 120 ضرب 10 به توان منفی 6 کولم در صورت و در مخرج هم دلتا وی هم قیمتش که 12 ولت است. شما زمان کمالی اختصارش انجام بتین، سادش بسازین، قیمت سین مسوی میشه به 10 به توان منفی 5، یک کولم بر ولت هم خو میفهمین فاراد میشه. اما جواب به پیکو فاراد خواستن. حالا به فاراد دریافتش کردیم، میشه که بعد از این ایده به پیکو فاراد تبدیلش کنیم. به چه ترتیب؟ بیشتر گفته بودیم که پیکو فاراد مسوی به 10 به توان منفی 12 فاراد است. و برعکسش باز چی میشه؟ فاراد مسوی به 10 به توان 12 پیک و فاراد میشه. اگر پیک و فاراد باشه، میشه به جایش 10 به توان منفی 12 فاراد نوشته کنیم، یا اگر فاراد باشه، میشه به جایش 10 به توان 12 پیک و فاراد. آره، فاراد است. به جای فاراد میشه که قیمتش 10 به توان 12 پیک و فاراد نوشته کنیم. پس در نتیجه ظرفیت مسی میشه 10 به توان منفی 5 ضرب به جای فاراد 10 به توان 12 پیک و فاراد. و زمانی که سادش بسازین، مسی به 10 به توان 7 پیک و فاراد هم جوابش ظرفیت به پیک و فاراد. ما قبلا هم گفتم میتونید که همیشه از شما ظرفیت خواسته شوه، شاید ظرفیت داده شوه، تفاوت پتانسیل خواسته شوه، و شاید هم که از شما مقدار چارج خواسته شوه. فرضاً در این سوال شما ببینید که به یک خازنی که 25 میکرو فاراد ظرفیت داره ولتیج 1000 تطبیق میشه و شما خواسته شده که چند میلی کولم چارج در خازن ذخیره میشه. متوجه هستین دهی سوال کیو را خواستن که باید محاسبش کنین. اما نظر به ای که فاراد مسیح به کولم بر ولت است، ما باید سوال به اینمی باید حل کنم. باید سوال به فاراد و به کولم و به ولت به میا باید حلش کنم. بازی که به میلی کولم خواسته شدن،
میلیکولم باز بعد از اون میشه که باز به میلیکولم تبدیلش کنیم، ولی سوال باید به می واحدا ال شوه. خب مایکرو فاراد باید نباشه، فاراد باید باشه، ولت باید باشه که درست است، یعنی ولتیج هزار، ولتیج هزار که به مفهوم ولت است و ای که به میلیکولم خواسته شده، سوال حل میکنیم، به کولم دریافت میشه، باز بعد از اون میشه که به میلیکولم تبدیلش کنیم. شما در این سوال ظرفیت دارین، قیمتش که قیمت ظرفیت سی داده شده مساوی به 25 مایکروفاراد است، که من ایره به فاراد تبدیل کنم، 25 ضرب 10 توان منفی 6 فاراد میشه. تفاوت پتانسیل دلتا وی مساوی به 10 توان 3 ولت یا 1000 ولت است، و قیمت کیوم خواسته شده که دریافتش کنین به واحد میلی کولم. مستقیم میلی کولم دریافت نمیشه، محاسبه را به کولم انجام میتیم، باز به میلی کولم بعدا تبدیلش میکنیم. خب رابطه ای تو بود که سین مساوی به کیو ین بر دلتا وی، و اگر ما بر کیو الش کنم، قیمت کیو مساوی به سی ضرب دلتا وی. حالا که قیمت گذاری شود در نتیجه، کیو مساوی به از سی قیمتش 25 ضرب 10 توان منفی 6 فاراد ضرب، و از دلتا وی هم قیمتش هم 10 توان 3 ولت است. فاراد ضرب ولت کولم میشه، به دلیل از این کولم میشه که فاراد کولم بر ولت است. اگر به جای فاراد شما کولم بر ولت نوشته کنین، کولم بر ولت، ولت اختصار میشه، بعد از اینکه ولت اختصار شوه تنها کولم باقی میمونه. متوقعش هم که ساده بسازین، در نتیجه قیمت کیوم مساوی میشه به 25 ضرب 10 توان منفی 3 کولم میشه. اما این جواب سوال نمیشه، به شما گفته شده که به میلی کولم دریافتش کنیم، این ما باید به میلی کولم تبدیل کنم. در درسای گذشته گفته بودیم در بخش چارج کن میلی کولم مساوی به 10 توان منفی 3 کولم است. باز برعکسش گفته بودیم که کولم مساوی به 10 توان 3 میلی کولم میشه. در کدام سوال اگر میلی کولم باشه میشه به جایش 10 توان منفی 3 کولم نوشته کنیم، یا اگر کولم باشه به جایش 10 توان 3 میلی کولم. آره دیگه کولم است. به جای کولم اگر من قیمت شود نوازه کنم، در نتیجه قیمت کیو مساوی به 25 ضرب 10 توان منفی 3 و ضرب به جای کولم هم قیمتش که 10 توان 3 میلی کولم است. شما زمانی که سادهش بسازید، نظر به قوانین طاقت، چارجی که ذخیره میشه 25 میلی کولم هم جوابش میشه. مثال بعدی طور است که ابعاد لوه های یک خازن 60 سانتی متر و 20 سانتی متر است، که طبعا منظور از ابعاد طول عرض است. ثابت عایق هم داده شده که دست واحد نداره، فاصله بین لوه ها 15 سانتی متر است، ظرفیت به واحد نانو فاراد خواستن. حالا ظرفیت به نانو فاراد دریافت نمیشه، ظرفیت به فاراد دریافت میشه، بازی که به نانو فاراد خواسته شده به نانو فاراد تبدیلش میکنیم. سوال به چی ترتیب است؟ شما ابعاد لوه های خازن دارین. حالا یه ابعاد لوه های خازن شما بین فرض کنین، موضوع به این ترتیب است که ابعاد لوه های خازن به این شکل، اگر فرض کنین که 6 سانتی متر و 20 سانتی متر. به خاطر از اینکه ظرفیت خازن دریافت شوه، به این مساحت لوه خازن ضرورت داریم. پس من مساحت لوه خازن را باید دریافت کنم، این مساوی می شوه 60 سانتی متر ضرب 20 سانتی متر، و گفته بودیم که باید مساحت به متر مربع باشه. ایره که به متر مربع تبدیلش کنیم، ببینین هر سانتی متر 10 توان منفی 2 متر است، این سانتی متر هم 10 توان منفی 2 متر، و به می ترتیب این سانتی متر دوم 10 توان منفی 2 متر است. اگر 10 توان منفی 2 متر به جای هر سانتی متر نوشته کنیم، 60 هم ضرب 20 که شبه 1200 میشه، و 10 توان منفی 2 متر 10 توان منفی 2 متر 10 توان منفی 4 متر مربع. پس در نتیجه من نوشته کردم میتونم که قیمت این مساوی میشه به 1200 ضرب 10 توان منفی 4 متر مربع میشه. اگر 1200 هم ساده بسازیم، دو صفرش با 10 توان منفی 4، 12 ضرب 10 توان منفی 2 متر مربع میشه. قیمت از کجا شد؟ هر سانتی متر 10 توان منفی 2 متر است. 10 توان منفی 2 متر که میشه 10 توان منفی 4 متر مربع. و 60 هم ضرب 20 که 1200 میشه. بعد از اینکه استادیش بسازیم، میشه قیمتش 12 ضرب 10 توان منفی 2 متر مربع میشه. 12 ضرب 10 توان منفی 2 متر مربع.
فاصله بین لوه های خازن دیره داریم 15 سانتی متر، میره باید به متر تبدیلش کنم، 15 ضرب سانتی مترم ده بتوان منفی 2 متر. ثابت های قیمت که داده شده که مسیح بده، ظرفیت خازن سین خواسته شده که محاسبش کنیم، ولی خواسته شده که به واحد ننو فاراد دریافتش کنیم. شما قیمت اپسیلون صفر را در سوال ندارین و قیمت به خاطر تان باشه، ممکن در کنکور قیمتش به شما داده شوه، ولی اگر قیمتش داده نشه یادش داشته باشین 9 ضرب ده بتوان منفی 12. حالا بین که ظرفیت محاسبه کنیم، قیمت سین مساوی میشه به که ضرب اپسیلون صفر ضرب ای بر دی باید باشه. پس در نتیجه سی مساوی میشه به ده ضرب از اپسیلون صفر قیمتش 9 ضرب ده بتوان منفی 12 کولم مربی بر نیوتن متر مربع. از مساحت قیمت شکل وضع کنیم میشه 12 ضرب ده بتوان منفی 2 متر مربع و از فاصله بین لوه های خازنم که 15 ضرب ده بتوان منفی 2 متر است. شما این را که ساده بسازین، ده بتوان منفی 2 با ده بتوان منفی 2 به می ترتیب میشه که این متر مربع را هم اگر در این قسمت با این متر مربع اختصارش کنیم، متواقین میشه شما 12 را با 15 اختصار کنین، یا احترام امکان داره که اگر خواسته باشیم که در این قسمت این نور با 15 اختصار کنیم، خب این اگر من نور با 15 اختصار کنیم، اما میشه که شما اگر خواسته باشین 12 را اختصار کنین. اگر بعد از عملی ضربش انجام بتیم، قیمت سی مساوی میشه به اینجا سی مانده که ضرب 12 36 میشه، مخرج اون 5 میشه 36 بر 5 ضرب ده با ده بتوان منفی 12 میشه ده بتوان منفی 11، 36 بر 5 ضرب ده بتوان منفی 11 و واحد شما متوجه هستین که کولم مربع در صورت باقی مانده، در مخرج هم نیوتن باقی مانده با متر، نیوتن و متر. این کولم مربی بر نیوتن متر فاراد میشه، شما میشه به جای از این فاراد نوشته کنین. ببینین قبلا گفته بودیم که فاراد که مساوی به کولم بر ولت است، اگر کولم بر ولت باشه فاراد میشه، یکی کولم مربی بر نیوتن متر است. شما اگر کولم مربی بر نیوتن متر هم ساده بسازین، کولم مربی بر نیوتن متر هم تبدیل میشه به کولم بر ولت. وقتی که به کولم بر ولت تبدیل میشه، به جایش باز میشه که فاراد نوشته کنیم. اگر به کنکور هم یاد بگیرین که کولم مربی بر نیوتن متر هم فاراد است، ولی اگر خواسته باشین سادهش بسازین، همین کولم مربی بر نیوتن متر کولم بر ولت میشه که باز به جایش فاراد نوشته کنیم. مثلا چطور؟ بین کمی را ساده بسازیم، 36 که بالای 5 تقسیم شوه، 36 تقسیم بر 5 هم که قیمتش مساوی به 7.2 میشه. و اینکه چطور فاراد میشه؟ ببینین اگر من نوشته کنم که در نتیجه سین مساوی میشه به 7.2 ضرب ده بتوان منفی 11 ضرب کولم مربع را، اگر من نوشته کنم کولم ضرب کولم و این نیوتن ضرب مترم که جول میشه، باز یک کولم اگر به مخرج انتقال بتم میشه کولم بر نیوتن ضرب مترم جول و یک کولم اگر به مخرج بیا کولم بتوان منفی 1 میشه. شما اگر کولم بتوان منفی 1 به مخرج جول انتقال بتین، در نتیجه قیمت سین مساوی به 7.2 ضرب ده بتوان منفی 11 کولم بر و در مخرجم میشه جول بر کولم. باز جول بر کولم قبلا نظر به رابطه دلتا وی مساوی به دلتا یوی بر کیو که دلتا یو واحدش جول از کیو کولم، و جول بر کولم هم گفته بودیم که ولت میشه. حالا اگر من به جایش ولت نوشته کنم، پس در نتیجه سین مساوی به 7.2 ضرب ده بتوان منفی 11 کولم بر بجای جول بر کولم هم ولت. ولی شما میفهمین که در این قسمت که کولم بر ولت هم میشه فاراد. بنان اگر ما بجایش فاراد نوشته کنم، پس در نتیجه قیمت سی مساوی به 7.2 ضرب ده بتوان منفی 11 فاراد میشه. اما متوجه هستین سوالی که به شما مطرح شده بود، سوالی تو بود که ظرفیت خوب به فاراد دریافت کردیم، ولی به شما گفته شده بود که ظرفیت به واحد ننو فاراد پیداش کنیم. حالا ظرفیت که محاسبه کردیم، ظرفیت به واحد فاراد است و این را باید به ننو فاراد تبدیلش کنیم.
خب در درس گذشته گفته بودیم که تو یک رابطه داشتیم که نانوفارات گفته بودیم که نانوفارات مسیبه ده بتوانه منفی نوی فاراد است. و برعکسش باز فاراد گفته بودیم که مسیبه ده بتوانه نوی نانو فاراد میشه. خب ظرفیت محاسبه کردیم که چند بود؟ سی مسیبه افت اشاریه دون ضرب ده بتوانه منفی یازده فاراد بود. حالا اگر من بجای فاراد ای قیمت شوازه کنم، پس من افشته کنم میتونم که ظرفیت سی مساوی میشه با افت اشاریه دون ضرب ده بتوانه منفی یازده ضرب فارادم ده بتوانه نوی ننو فاراد میشه. و اگر بعد از این سادش بسازیم، بالاخره از ظرفیت به واحد ننو فاراد دریافت میشه افت اشاریه دو ضرب ده بتوانه منفی دو ننو فارادم جوابش میشه.